درود گرم به شما بینندگان بسیار گرامی و سپاس از اینکه با ما همراه هستید و همیشه با ما در تماس. میهمان برنامه امروز برای فردا خانم نادیا ریاضتی هستند. خدمتتون خیر مقدم عرض میکنم و بسیار ممنون که به وعدتون وفا کردید و با ما همراه شدید. سپاسگزارم از دعوت شما. بنده هم عرض درود دارم خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه. هفته پیش با خانم نادیا ریاضتی در ارتباط با مفهوم تربیت و پرورش صحبت کردیم. شما توضیحاتی رو فرمودید و همینطور در ارتباط با اینکه چه کسانی صلاحیت و مسئولیت تربیت فرزندان ما را دارند. امروز بیشتر می‌خوایم بپردازیم به دیدگاه دیانت بهائی درباره تربیت و پرورش. وقتی که در آثار بهائی صحبت از تربیت هست، تربیت به چه مفهومی هست؟ تربیت در آثار بهایی بر طبق بیانات حضرت عبدالبها به عنوان مثال بر سه قسم بیان شده است. از جمله تربیت جسمانی، تربیت انسانی و تربیت روحانی. وقتی میگوییم تربیت جسمانی، همونطور که از اسم اون پیدا هست، مقصود در واقع تربیت جسم هست که ذکر میکنند که به جهت نشو و نمای جسم است، به جهت پرورش جسم است، که البته مقدمه است و شاید بهتر است که بگوییم تربیت جسمانی یک زیربناست برای سایر انواع تربیت، به جهت اینکه طفل وقتی که متولد می شود در ابتدا دارای نیازهای جسمانی است که اونها رو باید برآورده بکنیم، یا والدین باید اونها رو برآورده بکنن از حیث خوراک، پوشاک، جای مناسب برای زندگی، و رفته رفته به مقتضای مراحل رشد می توانیم که او رو از سایر انواع تربیت هم برخوردار بکنیم. قسم دیگر تربیت، تربیت انسانی است. در آثار بهائی وقتی می گویند تربیت انسانی، مقصود در واقع تعلیم هست، آموزش هست. در اینجا از تربیت تعلیم را اراده می کنند که می گویند مثلا تربیت طفل به علم و خط. شما ملاحظه می کنید از احکام هم هست. درسته. ذکر می کنند بر هر پدر و مادری فرض است تربیت فرزندان خود، پسر و دختر، به علم و خط، خواندن و نوشتن و علوم در بسته به خواندن و نوشتن و علوم بسته به توانایی‌های اون کودک و استعدادات او. اما یک حدی از این تعلیم یا یک حدی از تربیت انسانی برای همه اطفال لازم ضروری است و واجب هست. بله، و در واقع شاید بهتر است بگوییم اجباری است، به جهت اینکه حدی از اون یا حد اقلی از اون بنای خواهد شد برای اینکه بدن طفل بتواند مستقل زیست بکند. یعنی از لوازم مستقل زیستن هست. یکی از اهداف تعلیم و تربیت یا یکی از اهداف آموزش و پرورش اساساً این است که طفل بتواند به مرحله ای از رشد برسد که به عنوان یک موجود انسانی مستقل بتواند زیست بکند بدون نیاز به پرورشکار خود یا مربی خود، یعنی خود بتواند مسیر و جریان ارتقایی رشد خود رو، مسئولیتش رو بپذیرد و ادامه بدهد. و برای شاید برای همین هست که در دیانت بهائی موضوع آموزش و پرورش و تعلیم در حقیقت امری است اجباری و عمومی. بله. تا اینکه تمام افراد جامعه بتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن، هر کسی به عهده بگیره. البته مقصود این است که هر فردی بتواند پس از طی مراحل لازم. درست. و ضروری رشد و پس از برخورداری از تربیت مرتبط با اون مرحله رشد به مرحله برسد که از اون مرحله به بعد بتواند که اون جریان ارتقای رشد رو، هدایتش رو خود به عهده بگیرد. یعنی ما قرار نیست که تا پایان عمر یک مربی در کنار خود داشته باشیم. درسته. ولی ما قرار هست و باید تا پایان عمر خودمون در این مسیر یا این فرایند رشد رو طی بکنیم. یعنی رشد یک فرایند پویاست، نه یک فرایند ایستا. این به این معنی نیست که مثلا پس از اتمام یک مرحله ای از تحصیل قرار هست که تربیت متوقف شود، یا مثلا اگر شما به عالی ترین مراحل یا درجات تحصیلی رسیدین
یا کودک یا طفل یا موجود انسانی به عالی‌ترین درجات تحصیلی هم رسید، این به این معنا نیست که سرانجام رشد یا تربیت متوقف خواهد شد. و اصولاً دستیابی به مراحل عالی تحصیلی به معنای این نیست که فرد در مراحل عالی معنوی و روانی هم رشد کرده است. یعنی لزوماً و اصولاً شعور باطنی رابطه مستقیم با تحصیل ندارد. این به این معنی نیست که حتما داشتن تحصیلات بالا به معنای این است که فرد از اون رشد عالی در واقع استشعار و اراده هم برخوردار هست. علی‌رغم این که بسیاری از افراد در جوامع گمان میکنند که هر کسی مثلا داره یک مدرک عالی تحصیلی است، او رو دکتر یا مهندس خطاب میکنند، به ویژه در جوامع جهان سوم یا در جوامع شرقی این مطلب مطرح است. به صورت ناخواسته و بدون اینکه مطلب به این مطلب فکر بکنن، تصور میکنن که اگر کسی داره مراحل عالی تحصیلی است یا مدارک عالی تحصیلی است یا داره یک پستی هست یا این توانایی رو حتی دارد که بنشیند و دیگران رو موعظه بکند و یا اینکه برای دیگران مطالبی رو بیان بکند، او حتما از یک شعور باطنی و استقرار در مراحل عالی رشد برخوردار هست. ولی کمک میکنه، یعنی داشتن علم و آموزش خیلی باید کمک بکنه به اون داشتن اون شعور روحانی یا معنوی. بله، داشتن تحصیلات و علم مؤثر هست ولی دلیل به این نیست. بله. یعنی بله. اینکه تحصیلات شرط کافی نیستند. درسته. برای برخورداری از اون شعور باطنی یا اون استشعاری که ما به اون اشاره میکنیم و مقصد و منظور تعلیم و تربیت هست. ملاحظه میکنید قسم سوم تربیت رو تربیت روحانی ذکر میکنن یا تربیت معنوی میتوانیم بگوییم که ذکر میکنن، و مقصود از این تربیت این است که فرد رو به همون مراحلی که عرض کردم، به عالی‌ترین مراحل استشعار یا رشد اراده و ظهور اراده خردمند در انسان برساند. این مقصد از تربیت روحانی است و این همون چیزی است که لزوماً از تربیت انسانی بر نمی‌خیزد. یعنی از تعلیم یا آموزش مدرسه‌ای لزوماً بر نمی‌آید. بنابراین برای دستیابی به هدف و مقصد پرورش، که دستیابی به یک موجود انسانی معدل القواست، یعنی قوای او به صورت هماهنگ رشد کرده باشند و موجود انسانی که در او اراده معطوف به اخلاق و ارزش‌های اخلاقی رشد کرده باشند، محصول برخورداری از هر سه نوع این تربیت هست. بله، خیلی ممنون دوستان عزیز. اگر شما برنامه اول ما رو که در حقیقت هفته پیش بود در ارتباط با تربیت و پرورش شما ملاحظه نکردید، حتما توصیه میکنم که شما به تارنمای نوین تیوی رجوع بفرمایید و اون برنامه رو حتما ملاحظه بکنید. یک میان پرده خواهیم داشت و بعد برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. با درود مجدد و سپاس از همراهیتون بینندگان عزیز. خانم ریاضتی، شما در ابتدای صحبت اشاره فرمودید که خب در مراحل اول زندگی یک کودک، در دوران نوزادی در حقیقت، به خاطر غریزه‌ای که طفل داره، تربیت جسمانی بسیار نقش مهمی رو داره برای سلامت جسم اون و پرورش جسم اون. آیا در اون مرحله از زمان تربیت روحانی هم اهمیت داره؟ بله، اگر اجازه بفرمایید من در پاسخ به این سوال شما رابطه این سه قسم تربیت رو به یکدیگر عرض بکنم. ببینید بفرمایید. وقتی که ذکر می شود در آثار بهایی یا در متون علمی و آکادمیک که تربیت بر چند قسم هست، این اقسام تربیت فقط از حیث این بیان می شود به چند قسم که بتوانیم بهتر یک تجزیه و تحلیلی بکنیم، و الا این انواع تربیت با یکدیگر در ارتباط هستند و
به شکلی می توانیم بگوییم ممکن است که در یک مرحله رشد یکی بر دیگری تا درجاتی مقدم تر باشد. مثلا زمانی که ما نوزادی داریم، بیشترین تاکید در مراقبت اون نوزاد در مراحل اولیه رشد او مسلماً مراقبت‌های جسمانی است. بله، و شما ملاحظه می‌کنید مثلا برای اینکه طفل ایمن بماند او رو واکسن می‌زنند، یا مرتب برای اینکه وزن او رو بدانند، قد او رو بسنجند، او رو به نزد پزشک می‌برند. اینها چیزهایی هستند که ضروری‌اند و بنابراین بیشترین تأکید بر روی مراقبت‌های جسمانی است و این لزوماً تربیت جسمانی نیست، در واقع مراقبت جسمانی است در مسیر تربیت جسمانی و پرورش جسمی کودک. این یکی از کارهایی است که باید انجام می‌شود. اما در عین حال مقدمه‌ای هم فراهم می‌کند برای تربیت معنوی یا تربیت روحانی طفل. ببینید، نوزاد انسانی هیچ ادراکی مثلا از مفهوم خدا دارا نیست، هیچ ادراکی از مفاهیم انتزاعی ندارد، فقط چیزی رو میتواند درک بکند که جسمانی است، عینی است، قابل رؤیت است و مستقیما با غرایز او در ارتباط است. ولی دارای روح انسانی هست. البته، و این خصایص هم به جهت داشتن روح در او دیده می شود. اگر که او روح نداشت، یک جسمی بیش نبود و یک جسم بدون روح هم یعنی جسمی که اون خصایص انسانی را از خود نشان بدهد مسلماً و پیکر انسانی را فقط داره باشد، اصلا از جان برخوردار نیست و نمی تواند که غرایز خود را هم ارضا بکند. به همین جهت هم هست که هر آنچه که گفته می شود یا انجام می شود، تمام اینها به صورت ناهوشیار یا نیمه هوشیار به او منتقل می شوند، اگرچه ممکن است در اون مرحله توان این را نداشته باشد که اونها را مورد بررسی قرار بدهد یا مورد پرسش قرار بدهد. بنابراین هر آنچه که انجام می شود، هر آن چیزی که ذکر می شود، هر اون چیزی که پدر و مادر یا اطرافیان اون رو انجام میدهند یا طفل رو در معرض اونها قرار میدهند، با وجود اینکه تصور بر این است که او نمیداند چیز یا ادراکی از اونها ندارد، تمامی اینها در بخش ناهوشیار و یا نیمه هوشیار روان او جای خواهند گرفت و در مرحله بعدی هم میتوانند که برای او مفید باشند، بسته به اینکه چه چیز باشند، و همینطور میتوانند که برای او مضر و یا خطرناک حتی باشند و او رو دچار بیماری حتی بکنند. خانم یزدی، شما اشاره فرمودید به خب تربیت جسمانی، انسانی و روحانی که در آثار باهایی اومده. میدونم که تاکید بسیاری هست بر روی تربیت روحانی. بله. و خب شما توضیحاتی رو در این زمینه فرمودید. آیا این تربیت روحانی همون تربیت دینی هست که ما امروزه در مثلا بعضی از مدارس با اون آشنا هستیم یا مفهوم دیگه ای داره؟ ببینید، تربیت روحانی اصلا به چه معنی اراده شده در آثار بهایی؟ بله. تربیت روحانی به معنای یا به عبارت تربیت بهایی وقتی ذکر میکنیم، پرورش اراده معطوف به ارزش هایی است که همون ارزش های مطلق هستند، یعنی در دین میان. بله، ببینید، ارزش های مطلق که تمامی ادیان به اونها وقوف دارن و اونها رو مطرح میکنن یکی هستن. به همین جهت است که میگوییم مطلق، نمیگوییم نسبی، یعنی ارزش هایی که محدود به یک تمدن یا به یک فرهنگ خاص نیستن. اگر که محدود به تمدن یا به یک فرهنگ خاص باشن میشن نسبی، یعنی هر فرهنگ یا هر تمدنی برای خود مجموعی از ارزش ها رو داره هست که متمایز از بقیه هست، در این صورت نسبی خواهند بود. اما وقتی میگوییم ارزش‌های مطلق، ارزش‌های مطلق شکل دیگری از ارزش‌ها در سلسله مراتب ارزش‌ها هستند که در تمامی جهان یکسانند، یعنی یونیورسال هستند، یعنی در همه جا یکسانند و وجود دارند. مثلا وقتی میگوییم راستی، در همه جای جهان مقصود ما از راستی یک چیز هست، اگرچه ممکن است نرم ها متفاوت باشن یا هنجار ها متفاوت باشن، یعنی شیوه های رفتار کردن در فرهنگ های مختلف متفاوت باشن، اما ارزش ها ثابتن. وقتی میگوییم احترام، شیوه این احترام کردن در فرهنگ های مختلف ممکن است که متفاوت باشن بسته به رسوم فرهنگی، مثلا در مقابل کوچکتر یا در مقابل بزرگتر به چه نحو باید
ادای احترام کرد. این رو میگوییم نرم یا هنجار، ولی خود ارزش ها و ارزش های مطلق در همه جا یکسانند. در همه جا میگویند احترام، شیوه این احترام گذاشتن متفاوت است. وقتی میگوییم ایثار که از جمله ارزش های مطلق هست، باز به همین صورت خواهد بود. بنابراین وقتی میگوییم تربیت روحانی، از دیدگاه بهایی عرض میکنم خدمت شما، تربیت روحانی از دیدگاه بهایی یعنی پرورش اراده معطوف به همون ارزش های مطلق. بنابراین تربیت روحانی یا تربیت معنوی مقصود این نیست که شما لزوماً میایید و طفل رو محدود میکنید فقط و فقط به مجموعه ای از تاریخ و احکام و قوانینی که مثلا دیانت بهایی اون رو بیان میکنند. ما اگر که به آثار بهایی مراجعه بکنیم، مشاهده میکنیم که تأکید بر این است که اطفال رو با ادیان متفاوت آشنا بکنیم، تأکید بر این است که اطفال رو با اصول اخلاقی آشنا بکنیم. این اصول اخلاقی در واقع همون اصولی هستن که در همه ادیان ثابتن، یا آشنا کردن اطفال با تاریخ ادیان، نه با تاریخ مثلا دیانت بهایی یا با تاریخ دیانت یهود. خب تفاوتش پس با تربیت دینی چی هست؟ بله ببینید، تربیت دینی البته به صورت‌های مختلف این رو تعریف می‌کنن، یعنی متخصصین مختلف به صورت‌های متفاوت این رو تعریف می‌کنن. به همین جهت است که دی با تربیت دینی مخالفن. نکته‌ای که خیلی مهم هست و در آثار بهایی بر اون تاکید شده است این است که حضرت بهاءالله به عنوان مثال می‌فرمایند که اگرچه ذکر میکنن که دار تعلیم باید اولاد را به شرایط دین تعلیم دهد، اما ذکر میکنن که به شرط این که به تعصب و حمیه جاهلیه منتهی نگردد. و بعد ذکر میکنن مقصود از اون تربیت این است که این اطفال تربیت بشوند که توجه به اوامر بکنند و از نواهی منع بشوند یا نهی بشوند. بنابراین چنان که مشخص هست، تأکیدی که شده است در بحث مربوط به تربیت روحانی در دیانت بهایی، هدف این است که اون چرا که جزء منهیات است در بررسی اصول اخلاقی مطلق، ارزش‌های اخلاقی مطلق که در تمامی ادیان هم یکی هست، این تربیت و این پرورش اطفال رو منع بکند از انجام دادن اون نواهی. و نواهی یعنی منهیات، یعنی همون چیزی که تمامی ادیان با اونها اشاره میکنند در ارتباط با اصول اخلاقی. توجه بفرمایید، من اشاره به نرم ها و هنجارها نمی کنم. مثلا ممکن است که دیانتی میگوید یا به نظر پیروان دیانتی مثلا باید حجابی بر سر داشت، دیانت دیگری میگوید نباید بر سر داشت، یا مهم نیست داشته باشید یا نداشته باشید. اینها نرم ها هستن، اینها هنجار ها هستن، ولی اصول اخلاقی در تمامی ادیان ثابت است. مثلا اصل عفت و عصمت در تمام ادیان به اون اشاره شده و مورد تاکید هست، یا جلوگیری از عدم عفت و عصمت. بنابراین اون چیزی که مهم هست و ما اون رو تربیت روحانی و معنوی میدانیم، انجام ندادن منهیات هست، انجام ندادن چیزهاییست که گفته ان نکنید. انجام دادن هر اون چیزی که گفته ان بکنید بیشتر جنبه هایی دارد که البته اخلاقی هستند، ولی میتوانند که جنبه های احکام یا جنبه های دینی هم داشته باشند. مثلا نماز خواندن یا دعا و مناجات کردن امری نیست که به اصول اخلاقی مرتبط باشد. درسته، ملاحظه میکنید و این در ادیان مختلف میتواند شیوه ها و اشکال مختلف خود بگیرد. یک نکته پایانی رو من در اینجا عرض بکنم و اون این است که در آثار بهایی همونطور که پیشتر هم عرض کردم، عقل رو کمال روح میدانند و ثمره روح میدانند. میفرمایند که روح شجره است و عقل ثمره. بنابراین روح رو همانند یک درخت مثال میزنند و میوه یا ثمره رسیده و نهایی اون رو عقل میدانند. بنابراین وقتی میگوییم تربیت روحانی، یعنی تربیتی که منسوب به روح است. بنابراین تربیتی است که برای روح و برای رسیدن به کمال ثمره اون روح که عقل هست انجام میشود. بنابراین بود دیگر این تربیت روحانی یا جنبه دیگری که باید 100% مورد توجه قرار بگیرد این است که قابلیت های قلی انسان بتواند به عرصه ظهور و بروز آید. این همون چیزیست که می فرمایند که به تعصب و حمیه جاهلیه
منتهی و منجر نگردد تا به اون حد، یعنی اینکه مانع این نشود که قابلیت های تعقلی که همون قابلیت های روحانی انسان هستند به عرصه ظهور و بروز آید. این همون چیزیست که با اون شعور باطنی در ارتباط هست و با ظهور اراده خردمند. خیلی مختصر عرض کردم. به نظر میاد که شما وقتی که میفرمایید که تربیت روحانی همون ارزش های مطلق هست و نمونه هایی رو بیان فرمودید، مانند صداقت، مانند عفت و عصمت، به نظرم اومد که وقتی که ما به تمام جوامع نگاه میکنیم میبینیم که تمام چالش هایی که دولت ها، حکومت ها، مؤسسات، جامعه، حتی خانواده ها باهاش روبرو هستن همین ارزش های مطلق هست، نبودن این ارزش ها شاید بگیم. میبینیم در جامعه مثلا دروغ شایع هست، رشوه خوری شایع هست، عدم امانت و صداقت. شاید این نشان دهنده این هست که جدا ما نیاز بیشتری داریم در جامعه امروزمون برای فردایی بهتر به تأکید بر روی تربیت روحانی. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امروز. من خودم شخصا خیلی استفاده کردم، مطمئن هستم بینندگان عزیز همینطور. امیدوارم که فرصتهایی بشه در آینده بتونیم بیشتر در این مورد گفتگو کنیم. خواهش میکنم، حتما. و ممنون از شما بینندگان بسیار گرامی که تا کنون با ما همراه بودید. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و شاد باشید. خدا نگهدارتون.